دکتر محمد ملکی برای دانشجویان ایرانی چهره آشناییه. اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی که در سالهای حاکمیت ولایت فقیه بارها و بارها به زندان افتاده و تا همین چند ماه پیش هم به رغم ابتلا به بیماری سرطان و مشکلات بسیاری که داشت همچنان در چنگال آخوندهای پلید بود. این چهره دانشگاهی به مناسبت سالگرد قیام 18 تیر با یکی از سایت‌های اینترنتی مصاحبه کرده و نکات جالبی رو یادآور شده که جا داره به اونها بپردازیم. دکتر ملکی از جمله با اشاره به شهدای راه آزادی گفته: تفاوتی بین ندا و صبا، شبنم و بهاره، مهدیه و مرضیه و آسیه، نازیله و نسرین وجود نداره. راستی چه تفاوتی بین شهدای راه آزادی در دهه 60 تا امروز وجود داره؟ چه تفاوتی بین همه آنها که در خیابونها و بیابونها به دست جنایتکاران شهید و مجروح شدن میتوان قائل شد؟ در برابر همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و تمام شهدای راه آزادی با هر تفکر و اندیشه سر تعظیم فرود می‌آورم و به آنها درود می‌فرستم. دکتر ملکی در قسمت دیگه‌ای از صحبت‌هاش به مرز میان خشونت‌ورزی و ایستادگی اشاره کرده و به عنوان توصیه به دانشجوها گفته که باید بین تحمل ظلم و مبارزه با ظلم تفاوت قائل شد. دفاع از خود حق طبیعی هر موجود زنده است و ما تا از تاریخ 32 سال اخیر درس نیاموزیم و تعریف جدیدی از مبارزه خشونت آمیز و غیر خشونت آمیز نداشته باشیم، هرگز به تعریف صحیح بین خشونت ورزی و استقامت و ایستادگی نخواهیم رسید. اوج صحبت های دکتر ملکی اونجاست که با اشاره به تولد امام حسین خطاب به دانشجوها گفته: عزیزانم، این روزها مصادف با روز تولد مردی که بسیاری از ما آرزوی پیروی از روش و منش او در زندگی را داریم. ببینیم امام حسین در مبارزه با ظالم بعد از گذار از مراحل مسالمت آمیز چه کرد. ما هم چنان کنیم، یا تسلیم شویم و ذلت را پذیرا باشیم، یا فریاد کنیم: هات من نزلیم.